بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بزرگوار، برایتان در ابتدا ویدیوی را نشر می کنم، بعد از آن ان شاء الله با هم دیگر روی این ویدیو تعلیقاتی خواهیم داشت. ای علما، ای علما، ای علما، علمای بنی اسرائیل ور نشین که در مقابل آیات الله چی کنین؟ آیات الله را بفروشین ثمنا قلیلا، با یک پیسگه که یک امریکایی یک بکس دلار داده، باز میخیسی آیات قرآن کلش تغییر میده. که آیات دباری عزیز دوستای خارجی من، الله میگه لا یتخذ المؤمن الکافرین اولیا، مؤمنا باید کافرها را دوست خود نگیره. تو چرا این گپ باز میخیسی میده؟ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. و الله متعال میگه و ایای فتقون، و خاص از ما بترسید. بله دوستان عزیز، ویدیو را دیدید. جناب استاد عبدالظاهر داعی صحبت میکنه. قبل از اینکه صحبتش در واقع شروع بشه، یک سری عکس‌ها و یک سری تصاویر گذاشته میشه و در ضمن تصویر بنده حقیر هم هست و ما هم انگار که در ضمن کسایی هستیم که به اصطلاح علمای یهودی که دنیایشان را با پول می فروشن. عجیبه والا. دوستان عزیز، از این کارها در این اواخر زیاد صورت گرفته، از طرف صفحات مجهول و افراد مجهول الهویه‌ای که مشخص نیست از کجا آب می خورند و با کدام استخبارات در ارتباط هستند و تلاششان برای چیست. گرچه تصاویری که نشر میشه، افرادی که نشر میشه، نوعی برای ما یک پیام میده که اینها از کجا سرچشمه میگیرن و هدفشان چیست و یعنی چرا افرادی که واقعا اینها خودشان یعنی درباری هستند و درباری بودند، هیچ گاهی از اینها با آنطوری که باید نام گرفته بشه نمیشه. اما تمرکز روی افرادیه که واقعا یعنی من خودم رو نمیگم، حقیقتا برایتان بگم، این رو در چندین ویدیو من این مسئله رو اشاره کردم، در چندین برنامه اشاره کردم. بعضی از این دوستانی که تصاویرشان در اینجا گذاشته شده، شما باور کنید اینها بیشترین تلاش رو برای نشر و پخش کتاب خدا و سنت پیامبر کردن و در این حال اینها ضد خرافاتن. اما چرا اینها؟ چرا فقط تمرکز روی اینها صورت میگیره؟ من میخوام از اینجا پیامی بدم برای جناب استاد دایی. جناب دایی صاحب، از دو حال خارج نیست. من نمیخواستم این را به صورت علنی بگم، شاید حالا هم برخی از دوستان بیان برای من بگن که از این صحبتهای تو دشمنان سوء استفاده میکنن. نه، اتفاقا از این عمل کرد دشمن سوء استفاده میکنه و الله شاهد میگیرم که به خاطر من نیست که چون تصاویر من، دو سه تا تصویر از من در اینجا گذاشته شده، من آمده باشم و احساساتی شده باشم و این حرفا را بگم. نه خیر، خیلی ریلکس هست و خیلی هم برای من عادیه، چون یعنی این خاصتا برای من عادیه. خیلی بدترهای از این ملحدین و نمیدانم رافضیان و سکولارها بر علی من انجام دادن. این چیز طبیعی هست برای من، به الله قسم افتخار برای من محسوب میشه. حرف مهمی نیست برای من، یعنی جایی از اهمیت برای من نداره، حقیقتا برایتان بگم. اما پیام من برای جناب دایی صاحب عزیز هست. جناب دایی صاحب، از دو حال خارج نیست، یا اینه که شما از این موضوعات خبر ندارید، که یقین دارم خبر دارید، چون که حتی برخی از دوستان برایتان فرستادن و از شما خواهش کردن که جلو این افراد اوباش گرفته بشه و حداقل شما بیایید بگید که من از اینها اعلان براءت میکنم. با تصویر شما، پروفایلش تصویر شماست، میه به من مرجعه میگه و من رو تکفیر میکنه و امثال من را. از صحبت‌های شما بر علی ما استفاده میشه، بر علی ما استفاده میشه، ما را تکفیر میکنن، ما را
مرجعه، غلات مرجعه میگن، در حال که خودش هم شاید یک وقتی غلات مرجعه رو خونه مرجعه را هم نفهمه، چون دیدم بعض از اینها مرجعه نوشته با عین نوشته، یعنی اینقدر بی سواده که فرق مرجعه و مرجعه را هم نمیفهمه. خب به هر صورت بماند این. اینه که شما نمیدانید که من یقین دارم میدانید، چون که بعضی از دوستان برایتان اطلاع دادن، حتی شما لطف کردید اونها را بلاک کردید و یا اینکه پاسخشان را ندادید، پاسخشان را ندادید و خودتان را سکوت کردید در این باره، حداقلش سکوت کردید. و این هم احتمال داره، یا اینه که نمیخواید خودتان را با اینها درگیر کنید و از اینها ترس دارید، و یا اینه که به هر صورت نمیدانه والله، یعنی چطور بگم، برای من سخت گفتن این حرف. و شاید این حرفا را میشنوید، خواهش میکنم که این صحبت ها را لبیک بگید. یک موقف جانانه، اگر موافق نیستید با اینها یک موقف جانانه و اعلان براءت کنید از کارهایی که اینها میکنن، چون از نام و نشان شما فعلا سوء استفاده میشه اگر موافق نیستید، سوء استفاده میشه. و یقین دارم اینها را خبر دادید، یعنی حرف عادی نیست. امروز کسی در فضای مجازی باشه و بعد از نام او سوء استفاده بشه و خبر نداشته باشه، این خودش باز یک جرم دیگریه. به هر ترتیب، چون دوستانتان هم حتما برایتان اطلاع میدن، بعضی از دوستان برایتان اطلاع دادن، من کاملا مطمئنم، خبر دارم از این قضیه و عرض کردم قبلا. احتمال دوم که احتمال بسیار بدیه و او اینه که شما با اینها موافق هستید، و امیدوارم که چنین نباشه، با اینها موافق هستید و مخالفتی با این کارهایشان ندارید و واقعا شما هم ما را مرجعه میدانید و ما را تکفیر میکنید و کسای دیگه که تصاویرشان در اینجا گذاشته شده اونها را مرجعه میدانید و تکفیرشان میکنید و آنها را در ردیف علمای یهود قرار میدید و در ردیف دعوتگران یهود قرار میدید. اگر چنین است، من از شما خواهش دیگری دارم. حاضر بشید برای یک گفتگوی علمی. شما هم درس خواندید، در بیرون درس خواندید، حالا اینکه تخصص اصلیتان چی هست و چی خواندیدون برای من مهم نیست. و ما هم الحمدلله در مدارس دینی درس خواندیم و در این حال در دانشگاه های اسلامی جهان درس خواندیم و عقیده خود را هم میدانیم الحمدلله و به خوبی هم میفهمیم این مسائل را، از فرقه ها هم سر در میاریم الحمدلله به توفیق الله متعال. لطف کنید حاضر بشید برای گفتگو، چون در میان هم فکرانتان، اگر واقعا من این رو بر فرض میگم که اگر شما با اینها موافق هستید، در میان این افراد من آدم عاقلی، آدمی که فهمیده باشه، متاسفانه نیافتم، آدم عاقل و فهمیده نیافتم. یا اینه که آدم های روانی هستن که جز توهین و جسارت و تهمت و بد و بیرا گفتن حرف دیگری بلد نیستن، و یا اینه که اگر ادب داره کم سواده، سواد درست حسابی نداره. یعنی من ندیدم، گرچه بارها از اینها طلب کردیم که شما یک کلانی را انتخاب بکنید، یک فردی را انتخاب بکنید بفرستید که بیایه گفتگو بکنه. بعضا از دوستان برای من پیام دادن از طریق اینستاگرام، از طریق های مختلف، با فلانی مناظره بکن. من گفتم اولا من نیازی ندارم که با فلانی مناظره بکنم، چون فلانی را در سطح نمیبینم که با او مناظره بشه، در سطحی نمیبینم که با اون مناظره صورت بگیره، ولی باز هم او را بیارید، من حاضرم. میدانید چی بهانه کردن؟ نه این با ما وقت نمیده و نمیفهم فلان میکنه و این میکنه، این همون بهانه هایی که کلان های ملحدین و کلان های کشیش ها و اینها میکنن، همون آش و همون کاسه است. به ما وقت داده نمیشه و مظلوم نمایی. تو که ماشاءالله دو سه ساعت بر علی من صحبت میکنی، وقت داری، حالا باز وقتی که بحث گفتگو مناظره میشه باز به صفحه خودت تخت و تاس میکنی بر علی من، ولی وقتی از تو طلب میکنم که بیا میگن نه تو بیا، خود تو بر علی من تخت و تاس میکنی، من بیام پیش تو، تو بر من اعتراض داری، تو من را تکفیر میکنی، تو من را غلات و مرجع و امثال هم میخوانی. حالا خب از اونها که هیچ کاری نشود، شما که اگر هم فکر اونها هستید که امیدوارم نباشید، خواهش میکنم به خاطر اینکه جوانها از سردرگمی در بیاین، حق و باطل ثابت بشه،
ثابت بشه که چی حقه و چی باطله. ما مرجعه هستیم یا شما دارید افراط میکنید؟ ما کافر هستیم یا شما دارید اشتباه میکنید؟ که امیدوارم چنین نباشه، امیدوارم شما چنین نباشید، از نام شما سوء استفاده بشه، که راه اولی را گذاشتم پیش پایتان. و اگر حاضر برای گفتگو نشید، ما مجبوریم که موقف دیگری بگیریم. یعنی من خودم به ذاتی مجبورم موقف دیگری بگیرم و پیرامون صحبتهایتان صحبت بکنم، پیرامون مسائل عقیدتی، مسائل فکری صحبت بکنم، نقد بکنم بر حرفایتان، و این را حق خود میدانم، حق خود میدانم. آنجایی که ببینم مخالفتیه میام آشکار میگم و این جرأت را الحمدلله داریم. پس لطف کنید ما را هم از سردرگمی بیرون کنید، خود را هم از سردرگمی بیرون کنید، و این جوانان بیچارهی که فریب میخورند، جوانانی که فریفته میشن، جوانانی که احساساتی هستند و علم ندارن و احساساتشان خالی و عاری از علم و خالی و عاری از دانش، بیاید اینها را از سردرگمی خارج کنید. یک گفتگو با هم دیگر صحبت میکنیم رو در رو، رو در رو، همه ببینن که واقعا ما مرجعه هستیم اگر شما به این فکر هستید. امیدوارم چنین نباشه، باز هم تکرار میکنم، امیدوارم چنین نباشه و شما در ضمن اینها نباشید، چون غالب اینها احساس میشه که با استخبارات در ارتباطن. کارهای اینها کارهای استخباراتیه، کارهای اینها کارهاییه که رنگ و بوی دینی نداره، فقط عقده هست، خالی کردن عقده هاست. و امیدوارم که شماها دیگه در ضمن اینها حداقل نباشید، و امیدوارم خیلی از مسائلی که برای من رسیده اینها دروغ باشه. به الله قسم دوست دارم که همه دروغ باشه، چون واقعا من از شما دفاع کردم، از شما دفاع کردم، نه به خاطر شخص شما، به خاطر الله. وقتی شما در زندان بودید، نمیخوام من بر شما منت بگذارم، این حق دینی من بود که در برابر کمونیست ها، در برابر سکولار ها، در برابر بیدین ها، در برابر حکومت گذشته از شما بارها دفاع شده. حتی از طرف امنیت ملی تهدید شدم که پیرامون این قضیه نچرخ. حتی خانواده ای من به من گفته که به خود رحم بکن، چی کار داری تو به اینها؟ چرا دفاع میکنی از اینها؟ حتی بهترین دوستان من به من گفتن نکن این کار. اما الحمدلله مردانه از شما دفاع کردیم، هم از شما و هم از بقیه اساتید. اما متاسفانه کارهای احمقانه این افراد باعث شد که خونهای پاکی بریزه، باعث شد که حتی به جرمی که استاد متوکل الله رحمتش کنه نکرده بود، به دام افراد افراطی و به دام افراد خرافاتی بیفته، به خاطر عمل کرده یک تعداد از جوانک هایی که متاسفانه نمی فهمند، راه دعوت را نمی فهمند و از اسلام درست اطلاع ندارند، از توحید درست اطلاع ندارند و هر چیزی را، هر کسی را پیش آمد کافر گفته روان هستند و مردم را تکفیر می کنند، بدون اینکه ضوابطی که اسلام گذاشته اینها را توجه داشته باشند، بدون اینکه حتی گاهی معنای کفر را بفهمه، معنای ارتداد را بفهمه. پس خواهش می کنم جناب داعی صاحب، اولا اگر شما با اینها هم نوا نیستید، خواهش میکنم بیایید مرد مردانه و شجاعانه، چون اینجا جای سکوت نیست جناب دایی، اینجا جای سکوت نیست، جایی هست که از نام شما داره سوء استفاده میشه. مردانه بیایید و اعلان براءت کنید از کارهای اینها. نمیخوام که شما حزب و جریان و گروهی را زیر سوال ببرید، اگر این جرأت نیست، حداقل این جرأت را داشته باشید که بیایید اعلان براءت کنید از اینها و بگید اینها به ما ربطی ندارن، از عکس ما سوء استفاده میکنن، از فیلم های ما سوء استفاده میکنن، ما هدف ما چیز دیگری است، ولی اینها در جای دیگری از آن استفاده میکنن. کلمة الحق یراد بها الباطل، کلمه حق ما گفتیم اما اراده اینها اراده باطله، هدف اینها چیز دیگریه، عقده گشاییه و اجرای برنامه های استخباراتی و امثال هم هست. و اگر با اینها موافقید، راه دومی هست پیش رو، واقعا
بیایید دیگران رو از سردرگمی خارج بکنید، چون من شما رو شخصیتی میبینم که با شما گفتگو بشه، اما دیگه کسی ندیدم در این میان، و یا اگر اندکی سر و صدا برای انداخته گفتیم بیا گفتگو بکنیم، ولی راه را متاسفانه به سوی خودش باز کرده و فرار کرده، آماده برای گفتگو نشده. و غالبا اینها افراد مجهول، افرادی که شناخته نشده هستند، افرادی که مشخص نیستن و افرادی که معلوم نیستن که اینها از کجا، آبش خورشان از کجاست، جز این که انسان احساس میکنه از عمل کرده اینها که کارهایشان کارهای استخباراتیه، دیگه چیزی فهمیده نمیشه که فلانی از کجا هست، چی کاره هست. این وقتی که تو چنین ماشاءالله نقاد هستی، خب چهره بنمای که ما هم ببینیمت و نقد کن، مردانه نقد کن، مردانه نقد کن. اگر قرار بر این باشه، خب ما هم میتونیم چند تا تصویر رو آماده بسازیم، صحبت یک کسی دیگر رو بگذاریم بالایش، ببینید این فلان است و این است و این است طور. و سبحان الله، این ویدیو رو من دیروز دیدم، این ویدیو رو دیروز دیدم، امروز روز سه‌شنبه هست، دیروز دیدم دوشنبه. شما باور کنید که گفتم باشه ببینم که مردم چی گفتن. یعنی 97% مردم صفحه را متهم به جاسوسی کردن، متهم به استخبارات کردن، متهم به ضد دین کردن. آخر مردم عقل دارن، میبینن، عقل دارن میبینن. یک کسی که دست سرش را بر کف دستش گذاشته و یک کسی که از ترس غایب شده، از ترس غایب شده که حتی جرأت یک کلمه گفتن را نداره. خب مردم میبینن که کی بر حقه و کی بر باطله، میبینن، قوه تفکیک دارن. و باز بعضی از اینها میان شکایت میکنن که چرا مردم حرف ما رو نمیپذیره. خب شما چرند میگید، چی بگی؟ مردم چی بپذیره حرف شما رو؟ کدام حرف شما رو بپذیرن؟ کدام خدمت شما رو به اسلام ببینن و بپذیرن؟ کدام کار خیر شما رو به جوانان ببینن و بپذیرن؟ جز تکفیر کردن مردم، تکفیر ناحق. حالا اگر تکفیر حق می بود خب یک حرفی بود، تکفیر ناحق و تکفیر معین و مشخص افرادی که اسلامشان ثابته و ناقضی از نواقض اسلام در اونها دیده نمیشه، باز تو یعنی کوچکتر از اینی که بیای باز افراد معین رو تکفیر بکنی، در او حد نیستی، در او حد نیستی. خب مردم میبینن، قضاوت میکنن، میبینه بابا جان این طرفی که تکفیر میشه و اون طرفی که تکفیر میکنه اصلا غیر قابل مقایسه هستن. بعضی از اینهایی که اینقدر طاغوت طاغوت و نمیدانم کافر کافر میگن، شما باور کنید که از چنان ترسو هستن که اندک شجاعتی ندارن، حتی زیر نامهای مستعار غایبه. خلاص یک فیسبوک در دسترسش هست، از کجا اداره میشه مشخص نیست، از داخل کاخ کرملینه، از داخل کاخ سفیده، از داخل بیت رهبری خامنه ایست، از کجاست مشخص نیست، از کجا اداره میشه این و چی افراد پشتش نشسته هستن. و یک تعداد جوانک هایی متاسفانه به همین ترتیب فریب خوردن و فریب میخورن، هنوز خودشان را به دام میاندازن و اینها دام ها میگسترانند و اینها را به دام میاندازن. این بیچاره هم احساسات داره ولی علم نداره در کنارش، هرچی که پیش آمد خوش آمد میپذیره و قبول میکنه. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. دوستان عزیز، من خواهش میکنم از برادران و خواهران بزرگوار که دقت کنید روی این مسائل، دقت کنید و بیشتر فکر بکنید و بیشتر بیاندیشید. جناب دایی صاحب عزیز، روی این حرفای برادرتان دقت کنید، کمی تفکر بکنید و بیاندیشید، و امیدوارم که این خواسته های بنده به گوشتان برسه و بشنوید و ببینید، و خدای نکرده نشه که آنچی که من شنیدم و آنچی که برای من خبر رسیده از ادمین های صفحات و از بعضی از افراد دوربر، خدای نخواسته حقیقت نداشته باشه. امیدوارم که حقیقت نداشته باشه و فقط شما را توصیه میکنم به عنوان برادر که متوجه استخبارات دنیا باشید. برای ما ارزشمند بودید شما، خواهش میکنم این ارزشتان را نگه دارید، ارزشتان را نگه دارید. متوجه افراد دور برتان باشید، متوجه استخبارات باشید، متوجه
دوست و دشمنتان باشید و دوربری هایتان را درست انتخاب کنید. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.